شخص مقابلمون، چه امنیتی برای شخص مقابلمون ایجاد کنیم بتونه حرفاشو بزنه بهمون. بعد وقتی دوباره امشب گوش کردم، چجوری خودمون واسه خودمون یه امنیتی ایجاد کنیم که بتونیم حرف خودمون رو بزنیم. خودمون هم آخه خیلی وقتا نمیتونیم حرفمون رو بزنیم واسه خودمون. این اولش چجوری خودمون رو بتونیم به خود یه امنیتی، یه فضایی درست کنیم که راحت بتونیم حرفمون رو بزنیم و این ترسمون بریزه. خب این سوالته. خب بله در مورد خودت، چون ببین برای خودت که امنیت که خب خودت اولین مسئله اینه که باید خودت رو سانسور نکنی، خودت توجیه نکنی. مثلا الان به ذهنت رسیده یه میخوام به زیبا بگم ازت حسم بد شده بهت، مثال میزن. یا اینکه از این لباست خوشم نمی، نمیدونم از این فلان خوشم نمیاد، از انگشترت خوشم نمیاد، یا چه چیز، ولی یه چیز خیلی ساده. بعد یا مثلا فلان رفتار میکنی تو نرف من میره. بعد ولی با خودت، خود ما اولین سانسورگرای خودمون هسته. یعنی هیچ کسی بالاتر از خود ما به ما کمک کننده نیست و هیچ کسی بالاتر از خود ما به ما ضربه زننده نیست. خب برای مسئله بهله اول بایستی خودسانسوری رو از بین ببری، یعنی حداقل تلاش کنی در رابطه باش. مثلا خب چه چیزی مانع این خودسانسوری میشه؟ یعنی چه چیزی مانع میشه که تو حرفتو نزنی؟ چه چیزی مانع میشه و باعث میشه که خودت رو سانسور کنی؟ خب قضاوت ها، داوری ها، این که ترد بشم، این که نمیدونم من این حرفو بزنم کارم از دست میدم، این که فلان ناراحت میشه، این که همین ملاحظات میاد جلو. خب تاوان داره. ببین مسیری که تو بخوای رهایی انسان، یک گرانترین جواهر در این جهانه، گرانترین و با ارزشترین گوهر در این جهانه. خیلی حاضرن برای نمیدونم فلان انگشتر، برای خونه، برای کار، برای صدها کار برن، ولی برای خودشون. مثلا این همیشه من میگم اکثریت انسان ها خود فروشن، یعنی تقریبا میشه گفت همه خود فروشن، یعنی خودشون رو میفروشن برای اون چیزایی که مناسبات هایی که در جامعه هست، اون چیزهایی که الغا شده و اینها. خب برای اینکه اول باید خودتو دوست داشته باشی. وقتی خودتو دوست داری میای میگی که خب من و تمام دنیا مقابل منه، کدوم ارجحیت میدم؟ واسه همین من توی این مسئله همیشه گفتم باید اول انسان خود پرست بشی. شما تا خودت رو دوست نداشته باشی نمیتونی دیگری رو دوست داشته باشی. خب وقتی به این مرحله، به این درایت، به این شناخت برسی و دیگه خودتو نمی فروشی به این مناسبات برای کار، مثلا میری کار میکنی، آخه من باید سر کار برم، ببین قیافه رو نگاه کن، آخه من باید سر کار برم، میخوای بری خرید، آخه من باید خرید کنم، من باید صرف بشورم، من باید فلان. اینقدر این باید و نباید ها ذره ذره وجودت رو اینجوری بسته. تو نمیتونی الان از خودت انتظار داشته باشی یه دفعه این پوست رو بذاری کنم. ولی مرحله اول این سایته. خب من بتونم از 100 بایدی که به من داده شده یکیشو کم کنم، یکیشو بردارم، از 100 نبایدی که هست یکیشو بردارم، برای همون هم باید هزینه بدی. آخه تولد مامانمه،
باید یه چیزی بگیرم. ببین نگاه کنم، هم تولده، همونو تأخیر میکنه، هم خودتو وادار میکنه برای چیز. باید بگم، بعد میگه که چی؟ تو منو اهمیت نمیدی؟ تو نمیای فلان کنی؟ همین چیزایی که هست تو رو از خودیت خودت اول بگو، بدون ما خود فروشیم، خود وجودیمونو به اون روابط و به اون دنیا و به اون تمام اطرافمون فدا میکنیم. خب بعد میایم به یه فاحشه اعتراض میکنه. یه بار یکی گفته بود ما فاحشه های ذهنی هست، ما همه در همه زمینه ها داریم وجود خودمون رو میفروشیم. خب وحلی به این اینسایت پیدا کنی، بیایی میگی که خب دیگه دوست نمیبینی، مادر نمیبینی، هیچ کس رو نمیبینی، اول خودت رو میبینی. نهایت نارسیس، نهایت چیز. ولی دقت کن در این این عرفان و این چیزایی که هست، الله اکبر میگه، خدا بزرگتره. بعد میگه اول منم. چرا اول خدا میگه اول منم، نمیگه شمای اول؟ تازه میگه منم بپرست. دیگه اگه زیبا ناوک یه ذره نارسیسته، نارسیس نارسیس حال هرسی در کدوم از اینا، این خدا که دیگه اصلا دیگه سمبول اینه، تازه میگه بیا منم بپرست. ولی چرا تو این، چه حقیقتی تو این هست؟ این هستش که خب اهلی اولا تنها میمونی، اهلی اولا تنها میمونی، اصلا تنها هستی اول، و باید اینو بپذیری که اول خودم. خب این اینسایت بهت کمک میکنه، این اینسایت که مسیر رو بری جلو. بعد یه چیزی تو ذهنت میگه خب من میخوام به اینجا برسم، این تابلوه، خب اینو حالا پیدا کردم. خیلی فرق میکنه با این که اصلا این تابلو رو هم نداشته باشی، که خیلی ها ندارن. این نصف راهه، این همون چیزیه که در رابطه با آرزو هم گفتم، گفتم اینسایت پیدا کردن نصف راه رو پیدا رفتن. خب وقتی به اینجا میرسی، حالا بخوای امنی به خودت، خب خود سانسوری رو در واقع من میگه مثلا من فقط، نه فقط خود سانسورم، خود سرکوبگرم، خود فروشم، خود اصلا تمام این چیزا رو میبینی، از خودت رو به یه مرده متحرک تبدیل کردی. تا میخوای یه حرکت کنی، مرد نباید این کارو بکنه، تا مناسب سنت نیست، خجالت بکش، تمام این چیزایی که الان میبینی در رابطه با من. یعنی جرم زیبا ناوک چیه؟ خود سانسوری نمی کن. خود سانسوری نمی کنی، خودتو دوست داری، خودتو دوست داری، لذت میبری از اون چیزی که دوست داری، اول لذتت مهم. خیلی اصلا در همون زوایای خیلی ساده زندگی میبینی، من وقتی نگاه میکنم میبینم خیلی به خوردن من نگاه میکنم، اصلا میبینم حتی میگه ما اینجوری نخوردیم، یک بار یه غذای درست حسابی شما نخوردیم، غذای درست حسابی نیست که بهترین رستوران بری، بهترین نمیدونم لاکچری فلان کنی، درست. یک بار اونقدر محو این غذا، اونقدر عاشق این غذا بشی، اینقدر اون چیزی که دوست داری رو بخوری که اصلا نبینی چیز دیگر رو. نه اینکه حق دیگران رو حالا چه ساستا مثلا بخوایم بگیم مال اونم بخور، مال فلان، به هر حال میخوام بگم اون، ولی یه دفعه میبینی حتی سر اینکه یه دونه نگاه میکنی، الان به من نگن که زیاد خوردی، به من نگن که کم بوده، به من نگن زشته،
من نگم با پاشو خوردی، با چی خوردی، با این خوردی، با دست خوردی، آقا اینجوری کردی، فلان کردی، صدها چیز در همون نیم ساعت و یک ربع چیز میاد. میبینی یه دونه یه بار غذا نتونستی درست بکنی. خب حالا میخوای بیای راه اینسایت وهله اول راهش، بعد از اینسایت خب میگی خب حالا من اینسایت که پیدا میکنم مثل یه راهنمات دیگه، میگی میخوام برم اونجا، تلاش میکنی، باید بدونی هزینه داره، هزینه داره. یه دونه جواهر الماس رو که میخوان، تفاوت الماس با اون سنگریزه در زحمتیه که براش کشیده میشه، وگرنه در کائنات اون سنگریزه، در هستی اون سنگریزه فرق تفاوتی نداره. تفاوتی نداره براش که در هستی براش، ولی انسانه که در یک رابطه قرار میگیره، میاد به واسطه کاری که میخواد بکنه روی اون چیز، روی اون اشیا، روی اون شی، یه دفعه میبینی که یه دونه شی خیلی کوچیک یک ارزش خیلی خیلی بالایی پیدا میکنه و پیدا میبینی چه چیزی توی این هست. خب حالا این ارزش رو از همین تابلو مونالیزا بردار، از نمیدونم چی چی بردار، از جواهر بردار، بیار به گوهر انسانی، بعد میبینی چقدر هزینش گرونه، چقدر گرونه. کی حاضره مثل مثلا زیبا ناوک برای یه نگفتن، یه نگفتن ساده که بتونه فقط بگه و بعد نمیتونه بگه، از قضاش میزنه، از لباسش میزنه، از ده ها چیز میزنه که بتونه، مثلا پول خرج میکنه که بتونه اون حرف رو بزنه. چرا؟ نهایت اون ارزشی که به گوهر وجود گذاشته. پس من بسیار 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 گران خر هستم، گران دنبال یه چیز با ارزش هستم، ولی نه با اون ارزش هایی که دیگران میبینن. میبینی که یه دونه هزار تا الماس در مقابلش بیارزشه، در مقابل یه لحظه خواب خوبه، در یه لحظه حال خوبه، در یه لحظه از خود راضی بودنه، از خودت راضی بودنه. بعد میگی اصلا یه وزن نمیذاری، تمام اون برم یه وزن نمیذاری. مادر میره کنار، پدر میره کنار، از همه چی میره کنار. نه اینکه مادر و پدر و فلان اینا ارزش ندارن، اما اول باید ریشه درست بشه. وقتی من خودمو دوست ندارم، چطور میتونم خودمو عاشق بچه بشم؟ آخه من رو فدا میکنم، خودم عاشق بچه من فلان، اینا همش شر رو ور، روابط ظاهری میشه اونان. آره این القاعاتیه، خودتو میکشی، همه چی رو فدا میکنم، من اینو میخرم، اونو میخرم، کار میکنم، او بینش اینه، بازم همون چیزایی که بهت یاد دادم، بعدا میبینی که همون بچه مقابلش وایسته، چون میگیره، همون بچه میگیره، یه سگ موزت رو میگیره، ولی تو اون بچه رو تو اون قالب میاری با مکانیسم جبرانی، اون بچه عقده هایی که براش اومده، فردا این عقده میخواد خارج بشه دیگه، اینو سر تو خالی میکنه، سر خواهر خالی میکنه، سر این خالی میکنه و میشه این سیستمی که ما در جامعهمون میبینیم. خب اول اینسایت، دوم فهمیدن ارزش این گوهر، گوهر وجودی خودت، گوهر، و باید بدونی چقدر گرونه، هزینه داره. برای یه جمله ممکنه خانوادت از دست بدی، فامیلت از دست بدی، فلان از دست بدی، باید بگی بیارزه. مگه من یک جمله دختر خونده من گفت مگه این حرف رو بزنم از دست توی منی که اینقدر بعد با زحمت تو رو به دست آوردم،
از دستت میدم، مامانم نمیذاره تو رو ببینی. گفتم اون حقیقت وجودی خودت مهمتر از دیدن منه. تو با خودت کرد و زندگی میکنی، حالا میخوای تصمیم میگیری به سمت اون بری، خب برو، ولی من نمیذارم. من حداقل به این سیستم کمک نمیکنم، من به این سیستم کمک نمیکنم، نه به خاطر اینکه هم دیگه با هم دیگه رو داشته باشیم که چی بشه، من تو رو داشته باشم که چی بشه، تو رو به هر قیمت ظاهری داشته باشم که چی بشه، بعد بیام تو همون جا. تو چه فرقی میکنی با اون یکی؟ تو چه فرقی میکنی با اون یکی؟ آیا من با داشتن تو بعد خوشحال خواهم بود، خوشبخت خواهم بود؟ یا باز ببین، یک دور تخم مرغ دوست شطور دوست میشه، یک دروغ که تایید بشه، یک دروغ، دروغ دومم تایید. این مسیر، مسیر استثنایی نداره. یه حدیثی هست، نمیدونم، خیلی جالب بود اون موقعی که تو این چیزا بود میخوندم، گفتش که خدا فقط و فقط کار خالص رو میپذیره. حتی شما یک در هزار اون خلوص رو نداشته باشی که واقعا، یعنی چی خدا؟ خدا چیه؟ این چیزای حلال حرام و این چیزای ظاهری اگه بذاری کنار، تمام اینا رو بذاری کنار و بیای همه اینها رو تو خودت ببینی، یه چیز دیگه است. میفهمی که همه اینها یه سمبولیک بوده، خب؟ ولی اینه، طرف میگه که میگه یک در هزار برای من کار نکردی، من به نفع اون 999 کنار میرم، برای اونا باشه. فهم یعنی چی؟ یعنی که اینقدر تو باید واقعا خودت اون چیزی که میخوای توی مسیر، یعنی که آها ملا متوجه این مسیر. حدیثش اینه، الاعمال به نیات، عمل با نیت مقایسه میشه. خب حالا منظورم، حالا شاید هم اینم باشه به هر حال، ولی اینکه خواستم اینو بگم که در واقع این خالص بودن، این که میخوام بگم هیچ چیزی تو این رابطه ملاحظه چیزی نداره، این که حالا بیام آها حالا باش اشکال نداره اینجا یه کمپرومایزی بکنه، اینجا یه کمپرومایزی کنه، اینجا یه ملاحظه بکنه. من به خودم خیلی بیرحمم، خیلی همیشه میگم از خودم به خودم بیرحمتر کسی پیدا کردم پیش سجده میکنم، سجده که نه حالا اینجوری، ولی یعنی واقعا مطیعش میشم، یعنی کسی که انقدر چیز باشه، یعنی نگذره از کوچکترین حرکت چیز تو نگذره. خب حالا اینو میخوام بگم، وقتی این اینسایت رو پیدا کنی، این مسیر رو پیدا کنی، خب دیگه میدونی چی کار باید دیگه، اصلا نیازی نیست یاد بگیری، هی بیان به تو درس خودشناسی بدن، هی بیان کلاس بهت بگن، اینا همه اینا رو ول کن، همین کلاس ها تو درون خودته کافیه، باید برگردی نگاه. من میخوام برم 10 تا 100 تا کتاب بخونم که چی بشه؟ نصیحت ها رو که بخونی چی؟ همینه، وقتی همین رو بشنوی، همین انجام بدی، از ذهنت امروز گذشت که نمیدونم یه چیز خیلی خطرناک گذشت، بگو بزن مرغ قفست بیاد بیرون. تمام این مسیری که با صحبتهایی که ما الان که حالا امنیتی که تو الان سوال کردی، اول به خودت باید بدی، خودت به خودت بدی. بابا اشکال نداره، من چه آدم بدیم، من چه فلان، بابا گذشت از ذهنم، من یه خواب دیده بود، بالاش دیدی یه موقع خواب خیلی وحشتناک دیدی رفتی فلان کسو بکشی مثلا تو این خواب، یا مثلا بلند شدی یه نمیدونم دزدی داری میکنی، یا نمیدونم از ذهنت گذشته، خوابم ندیده باشی از ذهنت گذشته باشه،
فلان میشد اصلا میکشتمش از هم. خب جرأت نمی کنیم خیلی از اینا رو بیان کنیم، اون چیزایی که تو ذهنای ما میگذره. بله. خب کی با مانع میشه؟ همسایت؟ نه، خودت. هزینه که باید بدیم. اون هزینه که باید بدیم، اون مانع. تا موقعی که به اینجا نرسی که این گوهر وجودیت بالاترین ارزشه، این نفست، این وجودت، این خونت، این پوستت، این عشق ورزی که به خودت داشتی، تا با این حالت نرسی براش هزینه نمی کن. درست میگه. حالا من اصلا نمیدونستم کی از تو لایف، کامنت دارم نمیدیدم، انگار داشتن تو واتساپ با درف میزدن. خود منم سری قبلی خیلی کامنت ها تو چشمم بود، ولی این سری اصلا کامنت ها رو آره من الان بیام ببینیم اولین کامنتی که ببینیم کی چیه. یه اولین کامنت بعد از چقدر از لایف گذشت. اوه اصلا ایستاده بود مال من. الان کامنت ها رو ببرم بالا ببینیم. خب اولین کامنت که دیدم نوشته من که نمیفهمم چی میگه. خب همون خوبه، همون خیلی خوب بود. همون خیلی خوب بود، بلش کن، همون خیلی خوب بود. بعد من خودم فکر میکنم دوباره بعد بیام این لایو بشینم از اول ببینم، یه سری جاهاش برام سنگین بود، بعد بیام دو سه بار ببینم تا قشنگ بفهمم چی بوده. بهش میکنه. ببین اصلی ترین مسئله، اصلی ببین، یه دونه استوری دارم، رازهای جهان از نهایت ساده بودنشون هست که به صورت راز در اومد. زیبا ساده است ولی اجرایش سخته. ببین من مرحله اول اولا که همین که تو الان گفتی، خب همین که الان تو گفتی مثلا اجراش سخته، یه جمله اضافی بود. چرا؟ به خودت القا کرده سخته. خب به خودت القا میکنه. همین جملات رو هم به کار نبر، همین جملات رو. اون لایوی که اون روز با آرزو داشتم گفتم وهله اول شروع کن از ماها اینقدر مثل عروسک خیمه شب بازی وجودمون برنامه ریزی شده. عروسک خیمه شب بازی، حالا اونجوری هم نال میشه، عروسک خیمه شب بازی رو دیدی؟ بله. ما وجودمون از کوچیکی برنامه ریزی شده، پر از دینگ و دانگ هاییه که به ما اینجور مثل موزیک داده شده. اما ناخودآگاه نه ببین، تو بیای فقط بگی که یه چرای رو بگی. بگی مثلا من چیز گفتم که از 10 تا جملت اگر در طول روز از 100 تا جملت یه جملت رو آگاه شدی، بگی من این جمله کلام میگم مثلا الان میخوام حال طرف رو بخوام بپرسم حال چطوره، مثلا حال چطوره رو ببینم آیا واقعا حالشو خواستم بپرسم یا یه جمله بود که همینطور طبق اون برنامه ریزی شد. ببین این تو میای اصلا یه سری جمله میگی مثلا تمرس ممنونم الان نگاه کن، یکی از بچه ها تو گروه ما دو نفری با هم دیگه حالا یه رابطه پیدا کرد، حالا یه رابطه، حالا هرچی، حالا دیگه این به اون تبریک بگه، اون تبریک بگه، این تبریک بگه، هم دارن تبریک، برای چی دارید تبریک میگید؟ یکی از خوش بپرسه برای چی دارم تبریک میگم؟ حالا گروه ما یه همینجوری، خب برای چی داری تبریک میگی؟ چی شده؟
چی شده که شما الان دارید مریم رو نمیدونم وحید رو دارید تبریک؟ منم تبریک گفتم، ولی این تبریکی که گفتم برای این بود که گفتم خودم هم یه روزی به این برسم تو این گروه. به خودم بیشتر تبریک گفتم تا به وحید و مریم. به این که برسی یعنی چی؟ یعنی یه نفری رو پیدا کنی بیاد طبقه همون برنامه ریزیست دیگه. خوب بله درست طبقه همون برنامه ریزیست، من یکی رو پیدا کنم بیاییم به هم دیگه دل بدین، قلبه بگیریم، با هم باشیم، خانواده ای فلان درز آفر. وارد یه جمع میشی یکی مرده، خب برو از فردا تو این جمع، خب یه نفری مرده، همه مثل چیز تصیحت عرض میکنم، خدا ارواحت رو بیاموزیم، تصیحت عرض میکنم، خدا ارواحت رو بیاموزیم، یکی بمیره. آقا یه نفر تو اونجا پیدا کردی که حرف نزنه، سکوت کنه، اون یه نفر رو بیار معرفی کن، من میخوام باش دوست بشم، نمیم چیزی دیگه ای بگه، فقط سکوت کنه. ماریونت خیمه شب‌بازی. یه نفری به اون یکی رسیده، حالا مثلا یه لابی خواسته بده یا از یکی خوشش اومده، حالا مبارک مبارک انشالله فلان بشه، چه بشه شار به پای من عشق فلان های چه چه آیا بله 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 یک برگر بگه خواهی ماش من بیش بله چرا برای چی دارم تبریک میگه مثلا نه اصلا فکر کنی بعد بگی، فکر کنی و بعد بگی. قضایی که یه چیزی میشه مثلا شما را هرچی اصلا نه فقط چیز میشه، عید میشه، اصلا شما چند نفر اصلا کلمه عید قربانو بهش فکر کردن؟ اصلا کلمه عیدشو با قربانشو فکر کرد. حالا هی به هم خواهیم عیدتون مبارک، عیدتون. نه فقط حالا این مسئله، میخوام بگم در همه یه روابط ما برنامه ریزی شدیم، برنامه ریزی شدیم از کوچیکی، همونی که تو گوشمون اذان خوندن، همونی که تو یه مردی مرد باش، گریه نکن، ترسو نباش، فلان نباش، همه چی باش، نباش باش، نباش باش، نباش باش، نباش باش، نباش باش. آقا دیگه اصلا تو وقتی میخوای بگوزی هم یه برنامه ریزی شدی که اصلا احساس اول باید اول ناراحت باشی که داری میگوزی بعد بگوزی. من چیکار دارم بهتر فکر میکنی که دقت کنی، فکر نمیکنی که حتی مثلا پیامبران میگوزیدن، شاه میگوزه، معلم میگوزه، تو ذهنهای ما اینجور بود، من همیشه فکر میکنم معلمای ما مگه میشه معلم آدم بگوزه؟ از مسئله، از هر چیزی که بخوای بگی، از هر چیز مختلفی که ده، از غذا پختنمون، از غذا نهار، غذا خوردنمون، از این که نمیدونم خوابیدنت، از نمیدونم لباس پوشیدنت، از هر چیزی که داری، فقط کافیه تو بهش فکر بکنی. وهله اول من چرا دارم این کار میکنم، چرا دارم اینو میگم، اینقدر توی روابط، حالا تو اول که این کارو بکنی در مورد خودت، خیلی خیلی بری یه ذره بری جلوتر، بعد تازه میای تو بازتابش تو روابط اطرافت میای، یه دفعه میگه خب من مثلا یه دفعه میگفتم خب به من تولد میگفتم مثلا، من میگفتم خیلی ندارم آخه، من نمیدونم خب چی الان تولدت مبارک، خب چی شد؟ هرچی نگاه میکردم با خودم ها میدیدم امروز با دیروز فرقی نداره، میدونه دیروز امروز چه اتفاقی افتاده که دیروز نیفتاده،
نمیمدم گفتم من گفتم خب برای چی بگم مرسی مادم گفتم آقا میشه به من تولد نگه باور کنید اصلا من هیچ حسی ندارم الانم که الانم ندارم دیگه من نمیدونم چقدر خوبه کسی نمیدونم چه روزی به دنیا اومدم زیبا پس چه تغییری توی سحر دیده بودی که بهش تولدش رو تبریک گفتی؟ ها؟ حالا سحر گفت به من چسبید شما از من یه تغییری دیدی تو سحر که بهش تولدش رو تبریک گفتی ایروز امروز یه فرقی توش دیدی؟ ببین یه سری شما از سردل یه حرفی میزنی چی؟ یه تغییری سردل یعنی چون شما بدون بی دلیل تبریک نمیگی یه تغییری ببین. دیدی پس ببین چقدر اون لحظه یه دفعه گفتن یه سری چیزای یه دفعه اون داره این حرف چیز میشه اتفاقی که سوال خیلی خوبی اتفاقا و یه دفعه این یه حسیه که به وجود بعد تو داری این حس خودتو بیان میخوای بکنی خب حالا اون حس در اون روز به وجود اومد حالا ممکن بگه روزای پیشم بیش اومده بود به وجود نیومده بارها بود چرا یه دفعه تفاوت رو حس کرد چون واقعی بودنش حس کرد یه لحظه احساس کردم که این فرد اینی که من یه حس دوست داشتنی که هنوزم عاشقی نمیتونم بگم چقدر خوبه به وجود اومده یعنی ببین من نیومدم تولدتون مبارک تولدمون یه لحظه وقتی که اون صحنه رو دیدم اون تولدش رو که امروز و فلان و این چیزا اینا وجودش یک سری چیزای تو من ایجاد کرد که من احساس کنم با یک کلمه میخوام این حس قشنگ خودم رو بیان کنم بعد یه دفعه هم جالبم اینجا بود که اینقدر جالب حس کلمه اومد یه دفعه گفتم ای خودم به خودم چیز شدم برگشتم گفتم چطور شد انگار کلماتی که اومد حس منو گفت بعد دیدم چقدر جدید بود خودم تعجب کردم از این جدید مثل اینه که هر روز تو لایوم هر روز یه کلمه از زبون اونا ببین یه زمانی خواهد شد که اصلا دیگه تو نیاز به فکرم نخواهی داشت و کلمات خودش جاری میشه خودش از ناخودآگاهت با خودآگاهت یکی میشه جاری میشن ما ناخودآگاه و خودآگاه همون الان انقدر صدا هست واسه همینه که بدن ما از ما انتقام میگیره با مریضی های مختلف با ناراحتی های طبیعت داره از ما انتقام میگیره که ما رو نمیبینی ببین یه زمانی میشه اینجوری که دیگه روان میشی تو اونم میبینی اون در تو میاد تو با تو درون میری من پری روز یه دفعه که برگشتم یه دفعه گفتم قربون خودم برم از من کلمه قربون به کار نمیبرم یه دفعه گفتم این کلمه چی بود اصلا خیلی یه چیزی که یه دفعه از زبونت میپره یه دفعه میگی گفتم من اینکه این کلمه رو به کار نمیبرم چه جوری شد بعد گفتم چه جالب که حداقل قربون کسته که نرفتم قربون خودم رفتم پریده بود از زبان دیگه یه موقع دیده که یه سری جمله کلمه از زبونت میپرد مثلا یه دفعه میگی میخوای بگی نمیدونم فریبا میگی مریم مثلا بعد میگی دیگه اینا چیزاییه که اختیارش هنوز تو ولی یه زمانی میشه که تو با اون روان میشی همونها هم همون خداگاهت میشه من خیلی موندم سو اون مرحله من میدونم خودم چقدر ناتوانی ها دارم ضعف ها دارم دونه. ولی حالا در مورد این که مثلا وقتی خودم حالا مثلا تولدم نگاه میکنم خب من اون موقع که اینو گفتم برای من یه لحظه احساس کردم که فرق کرد با اون چیزه یعنی یه حسی رو در رابطه با خودم جدید دیدم ولی خب یاختی یه دفعه دیدم یه چی بگه خب حالا من اون رابطه نمیبینم واقعیت وجودی من اون موقع در این رابطه بیتفاوت بود این کلماتی که میگفته میشدن برای من کلمات اضافی بودن کلمات مثل که لباس اون واقعیتی نبودن که هست میدونیم مثل که یک کلام میگه دوستت دارم با تو میگه دوستت دارم ولی خب این دوست داشتن مثلا دیدی اصلا احساس میکنه نمیچسبه کلمه واقعی نیست جان نداره
یه چیزی میخوایم گفته باشه. آره مثلا یه. به هر حال حالا بریم سر رفتیم یک نیه لایو تو لایو من و تو الان همش اسم کنم من و تو تنهایی. خیلی جالب خودم هم اینجوری شدم. پس آره. شما راز نداریم در امتداد همین این سایت رو ارزش به گوهر وجودی خود اینجور که باشه. ببین این مسئله راز نداری که شما تأکید داری، پس یه جوری در امتداد داره همون ارزش به خوده. خب دقیقا راز نداری رو یه وسیله برای همون، پس یه وسیله برای پروروندن همونه. اینجور که الان من برداشت کردم از این لایو میشه گفت دیگه. ببین همین در همین زمینه ها که اگر تو بگی که من راز کسی رو نگه نمیدارم، راز خودم هم اول برملا میکنم. خب این رازها چیه؟ من که گفتم در رازهای جهان از نهایت ساده بودن. فکر میکنم حالا چی راز ستاره فلان در کهکشان سیاه جالهای فلان، نه همین یه دفعه یه چیزی تو ذهنت اومده، تو درون خود سرکوبش کرد نگفتی. خب من فکر نکن کامل به این توانایی رسیدم. امروز من فوزیه رو از یه سری جنبه های خیلی خوشم میاد اینجا. خب چون خیلی وقتا یه سری چیزایی رو از خودم به خودم نشون میده. خب چون من خیلی این امنیت رو ایجاد کردم و خیلی این چیز رو هم مطرح میکنم، یه دفعه میگه که چه اینجوری نگاه کردی؟ بعد با همین چرایی که میپرسه بعد برمیگردم به اون لحظه، بعد میگم چه سوال جالبی بود. من اون لحظه یه چیزی گذشت، بعد میدم یه چیزی بود نخواستم بگم یا نتونستم بگم. حالا یه چیز شاید اصلا مثلا چی؟ یه چیز خیلی خیلی ظاهرا جزئی باشه، ولی برای من با وقتی این سایت به خودت نگاه پیدا میکنی بعد میبینی همین جزئی رو نتونستی بگی. همین جزئی که مثلا مگه چیه مهمه؟ حالا دوتا مثلا فرض در مورد اون اصلی که افت هم اینجوری بود برای من. آدمایی که بچه ها هم اینجوری هم. بچه هم خیلی جو. آدمایی که خیلی با حس درونی خودشون با آدم برخورد میکنن، درون زل چیز دارن، با اون شعور درونیش برخورد میکنه. خب من داشتم اصل رو مثلا داشتم، اون اصلی که بهش آخر سر دادم. خب حالا این اصل رو ظاهرا ممکن میکنم حالا مسائل دنیا تموم شد، حالا شما براتون این مسئله اصل مهم. بله برای من همین مسئله اینو میخوام بگم. همین ببین خیلی ظریف این گفتش چقدر این اصل خوشمزه شب که داشت میکنم. گفتش که خیلی خوشم، خیلی خوشم با نونای خوش. بودم میخوای اصل رو بدم به تو؟ گفت آخه خودت چی؟ گفتم میخوای؟ گفت آره میخوای. از همین الان اصل مالتوش. ببین شایم خیلی ظریف بهت میگم، از لحظه ای که گفتم این اصل مالتو یه پدر سوختگی اومد تو درون من که شاید هیچ کسی نبینه جز خودم. خب گفتم حالا که من این اصل رو به این دادم من دارم بخورم، حالا که رو میزه ببین که هیچ کس متوجه نشه ولی خودم به خودم اومدم با چاقه اولی رو که خوردم. خب دومی رو که خواستم بخورم میدفت گفت زیبا. ببین اینه یا مثلا خب تو اصل به من دادی داری بخور. گفتم راست این لغمه رو به سرم سرش. گفتم ببین من داشتم سوء استفاده میکرد. ببین هر فقط آدمی که به خودش این سایت پیدا بکنه
این ظرایف رو هم میبینه. در جامعه‌ای که همه دارن سرفه میکنن و سل دارن، اون عادی به نظر میرسه، و کسی که سرفه نکنه غیر عادی دیده میشه. تو وقتی بفهمی که سرفه نکنی حالت خوبه، در این حال که همه دارن سرفه میکنن، همه بهت میگن تو مریضی، چون همه ما داریم سرفه میکنیم، بعد تو به این مرحله برسی که من سرفه نمی کنم حالم خوبه، به این سایت دیگه هم میرسی، به زوایای خودت میشی شفاف. کی میتونه اینو ببین؟ ببین اون لحظه گفتم مرسی فت، واقعا این باید این لقمه دومی که من برمیدونم. این فقط اینقدر این امنیت رو من دادم، شاید به کسی نمیگفت، گفت نه بده فلان اینا. همین امنیت رو من دادم. همین که آدمایی که اینجوری هستن با اون شعور درونش رو دارن، راحت میگن، راحت به کسی که یه همچین، حالا ممکنه که جای دیگه ای نباشه، مثلا هر دفعه که فوزیه میاد دو سه تا مسئله این چنینی پیش میاد و من میدونم برای خودم خیلی مهمه و یه سری چیزایی که من نمیتونم درست برخورد کنم. خب این نوش میتونی بحث کنی فلان کنی دعوا کنی، ولی واقعیت چیه؟ واقعیت ناتوانی منه. و اقرار به ناتوانی میتونه کمک بکنه تا بتونی توانا بشی. اگر نه من بتونم توجیه کنم با تمام این چیزا که خودمو، من بعضی وقتا یه کسی صحبت میکنه انقدر منفعت جو هستم، مثلا طرف داره حرف میزنه 100 تا حرفش درباره من غلطه، خب نگاه میکنم اینم 100 تا حرفی که میزنه 99 تاش درباره من غلطه، یکیش درسته. اکثریت مردم چیکار میکنن؟ من میگم ببین تو اشتباه کردی، تو فلان کردی، تو مهمون کردی. میخواد اون 99%ی که غلط گفته رو تو بگی، توضیح بدم بهش که درست بوده. ولی من اون 1% رو میگیرم میگم این 1%ی که گفت راست بود که، چه وقتمو بذارم سر اینکه به اون توضیح بدم که اون 99 بذار اون میخواد فکر کنه فکر کنه. ولی مرسی ازش، 1% منو این سایت منو بیشتر کرد. متوجهی دقیقا چقدر آدم بایستی خودپرست و منفعت جو در راستای خودش باشه که تو حتی بگی اون 99 تاش داره درست چرت و پرت میگه، ولی یکیش که درست کن، اما یکی رو بگیری دیگه، ازش ممنون باش، برش کن و چیزای دیگه هم که میگه. و باور به حقیقت، باور به واقعیت داشته باشی، میدونه اون کفه رفت، بخار رفت. این دیگه چه سوالی داری؟ زیبا اگه منفعت جو بودی اونجا قاشق دوم عسل رو نمیذاشتی دهنه، خب دیگه گذشتی ازش، دادی بش دیگه. نه در راستای خودت. ببین منفعت جو در راستای اهداف خودم، نه منفعت جو. منظورم اینه که انقدر منفعت رو در زمینه مادی نبین فقط. ببین من میگم اون یه زر اون حرف رو زد، من به جای اینکه بگم نگاه کن من اصلا به تو دادم من فر بحث کنم، من گفتم این زاویه رو درست دید دیگه که من داشتم میخواستم این لقمه رو بخورم که گفتم حالا که این عسل رو داره میبره بذار بخورم. گفتم چقدر خوبه ممنون باش، ما عسل رو بخوری نخوری الان خیلی مهم نیست، ولی این زاویه‌ای که در جهت نفع اون گوهر جواهر رو فکر کن،
اون اصل همیشه هست، اصل نباشه فلان هست، اون یکی نیست. ولی این گوهر درونی، منفعت در جهت اون گوهر درونی، پالایش دادن اون گوهر درونی هست که بعد یه دفعه میگه که مرسی مرسی خیلی جالب، دو تا اصل دیگه هم بهت میدم چون خیلی جالب برخورد کردی. ولی مردم چهار میکنن اینجا، آره توی دبر من به تو اونا رو دادم، من به تو اینقدر خدمت کردم، من به تو فلان کردم. حالا برگردیم سر داستان ماریا و سیما. ماریا و سیما، ببین این ارتباط، این زندگی درمانی بسیار پربار بود. این و پرباری چیه؟ ببین اینکه این نمیدونم پول تاکسی رو داده، اون غذا اینجور خورده، اون فلان شده، این بهمان شده، پرباریش در این بود که پر جرأت پیدا شد که بگه، ناگفته ها رو بگه. اون ناگفته ها تو درون ما بودن، مرغای در قفس درون ما بودن، هر کدومشون داشتن. بله زیبا ناوک حالا با کمک حالا سحر و سیم سمیرا و اینها و این سیستمی که ما الان داریم با این بچه ها، این کلیدا این قفص ها رو داره باز میکنه. وگرنه این قفص ها تو همه هست. حالا ببین آدم هایی دیگه میان که آی خاله زنک بازی بوم، خاله زنک شروع کردن دوباره رفته نون و نمک خورده، دوباره بدگویا فلان فلان فلان، همین جفسازی ها که چی؟ قفس ها بسته بمونه. ولی من به سیما گفتم سیما همین چیزها رو در رابطه با مادرت، خواهرت، دخترت، دوستات داری؟ نمیگم. و شما ایوان رو درست میکنید، رنگ خونه رو درست میکنید و ظواهر و یه سری روابط شکلی رو حفظ میکنید. اینجا میرسه که طرف میاد میگه که من با مادر خودم هم احساس امنیت ندارم، راحتی ندارم، با خواهر خودم، خواهر از خواهر میترسه، برادر از خواهر میترسه، شوهر از زن میترسه، زن از داعش، طالبان در وجود و تک تک ماست. کسی که تونست به زنش حرف دل خودشو بزنه میتونه حرفشو بیرون به بقالی هم بزنه، بیرون بیاد به اون یکی هم بزنه. اگر نه من اینجا بشینم درباره اوضاع خاورمیانه نظر بدم، این گپ های روشن فکری، این گپ های چیز، هم اوپیوم هاست، تریاک های روحیه، روحی روانی. حالا با همین چیز برگرد به خودت، ببین تو محل کارت، تو روابطت، تو دوستات، تو این چیزا چقدر این حرفا رو میزنی؟ 5%. شاید. و اگر 5% رو بکنی 6%، یه دفعه همه میگن چقدر عوض شدی، در حالی که 5% 6% 94% دیگه مونده. همه متوجه تفاوتت میشن. گه نمیخوای کار کنی؟ نه حسشو ندارم، نمیخوام امروز کار کنم. از دست میدی، شغلت میره، فلان میره، بهمان میره، این میشه، پولت میره، جی میشی، بدبخت میشی، آی میشی، میشی. ما اصلا بدبخت هستیم، نمیدونیم که بدبختیم. ما مردیم، نمیدونیم که مردیم. ما مرده های متحرکی مثل همون سل، اون کسی که سل داره، همه که جامعه همه بیمارن، نمیدونیم که بیماریم. به کسی که از مناسبات خارج میشه سریع از روی ناامنی و از روی اینکه مبادا مثلا چه سری محکومش میکنیم که اون باز اون
جو رو نگه داره. شکسته میشه با آگاهی و پروسه که میگذره. خب دیگه چه؟ خب زیبا جان، حالا برسیم سر سوال اصلی اگه وقت مونده باشه. شما تو این صحبتات گفتی که باید ماریا این امنیت رو واسه سیما ایجاد بکرد که حرفشو بزنه. زیبا وقتی این امنیت رو ایجاد بکنه خودش این وسط کم چیزی نمیشد. وقتی بخوایم امنیت رو جوی، یعنی باید به طرف همه امکاناتو بدیم تا بتونه حرفشو بزنه. یه جایی بالاخره باید جلوش وایسیم، اون یه جا دیگه تموم میشه اون امنیتی که بهش دادیم. درست میگم؟ چون نفهمیدم. میگم شما فرمود تو اون وایسایی که با نسیم و ماریا داشتی، گفتی به ماریا، گفتی تقصیر تو هم هست که واسهش اون فضا رو ایجاد نکردی که اون احساس امنیت کنه حرفاشو بتونه بزنه به تو، به سیما. خب این دو طرفه بود دیگه، این دو طرفه، هم در رابطه ما ماریا بود هم در رابطه با سیما. سیما مواظب بود که مثلا ماریا ناراحت نشه، یه سری چیزا رو نمیگفت. ماریا مواظب بود، هر دوتاشون هم وقتی از همدیگه دور شدن یه ذره اون رفته توی هتل گفته آخش، این وقتی رسیده خونه گفته آخش. خب بله این خوشا رو ما میتونستیم دیگه. این مسئله، این مدال یا این چیز دو سکه داره، اصلی ترین سکهش هم در درون خود ماست. خب واسه همین من به اینو گفتم که اصلا دنبال این نباشیم که کی مقصره کی مقصر نیست. خوشحال باشید، شما هر دوتا خوشحال باشید که حرفایی زده شد که تو درونتون بوده، هم تو هم تو. حالا کدوم درسته کدوم غلطه یک یک بعد از این مرحله حل میشه. مثلا فرض کنین که سیما میاد یه قدم بر میداره میگه آجا من این چیز رو استفاده نکردم، کوله رو استفاده نکردم، خیلی بله، من این پول رو میدم برای پول، یه قدم مثبت. امروز هم من برنامه‌م این بود که با ماریا حرف بزنم و بگم که ماریا خیلی خوب این پول رو راحت بگیر، هیچ اشکالی نداره. خب یا مثلا خب شما مشروب میخوری، مشروب میخوری، خیلی راحت اومد چیه؟ گفت من دوست دارم مشروب. کسی میتونه اعتراض کنه؟ نه. میترسید که مثلا فرض کن زیبا ندونه؟ خب زیبا فهمید. حالا اگر زیبا فردا میخواست که میخواد با مشروب خوردن این راه ازش جدا بشه، خب این میتونه بگه من آدم مشروب خوریم، من آدم سیگاری هستم، با من ارتباط نداشته باشه. زیبا آزاد. ما ماریا رو میخواییم به اینجا برسونیم، نه اینکه زیبا نفهمه. پس بازم اینه که اون ماریا بعد اون امنیات رو واسه خودش ایجاد میکرده، نه برای سیما. واسه همینه وقت، واسه همینه من به تو یه حرف زدم، گفتم وهله اول وقتی خودت ایجاد میکنی به مرور میری این مسئله رو برای کس دیگه هم ایجاد میکنی، فیدبکش، بازتابش. یه دفعه میگی من امروز نمیخوام برم، من اصلا نمیخوام غذا درست کنم، میخوای رستوران بری؟ میتونی بگی این رستوران فعلا من تو خونه میشیدم همین، نمیدونم غذای نمیدونم پروتئینی خودم رو میخورم که مال بدنسازی. خب این دیگه چی میشه؟ کلار، کلیر. این چیزا رو که وقتی سا... آخه نه مهمان منه ببرم بگردونم، اصلا نمیخوام بگردونم. ببین من دیروز برای بهار واقعا فکر نکرده بودم نهار چی درست کنم. برای عفت که وقتی اینا گفتن عفت زیبا به فلان کن، براش اینجوری کن اونجوری کن، نمیدونم براش پس، من این کار نمی کنم. چون صد نفر هزار نفر تو لایف گفتن آقای کماده، نمی کنم. من اون کاری رو میکنم که خودم دوست دارم، بهش هم میگم، بهش هم میگم من این چیزه، اگر تو هم دوست داری، اگه نه، اگه چیز نیست بلنش امروز برای چهار صبحانه، من
من اصلا فکر نکرده بودم برای فوزیه. حالا منی که صبحانه های آنچنانی داشتم دیگه. بعد ببین نه پنیری داشتیم، نه مثلا هیچ چیزی، نه پنیر، نه نمیدونم تخم و مرغ نداشتیم، هیچ، بعد عسل نداشتیم فلان. گفتی با چی داری؟ گفتم که اصلا بعد رفتش یه نمره پیدا کرد با چای شیری خورد خودش. آره خودش، چون منم تو لایف گفتم، منم تو قبلشم با هم صحبت کرده بودیم، گفتش زیبا تو لایف صبحونه خودتو داشته باش. خب منم تو لایف صبحونه چیکار کردم؟ میوه خوردم. زیبا 27 ثانیه مونده، زده 26 ثانیه مونده. بهتر. ما هم می‌خواستیم با هم صحبت کنیم، صحبت کردیم دیگه، خوش گذشت. مرسی، همیشه به من لطف داری، قربونه. باشه، خدا حافظ.